به نام خدای توانا، سلام بیننده های عزیز، با یکی دیگر از برنامه های ماه چهارده ما خوش آمدین. ما در این برنامه تنها نیستم، افتخار دارم که در کنار ما دکتر وجیحه عظیمی با ما هستند. د ما د تلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو، زه خوشحاله یم چې نن په استودیو کې ناسته د مقصودی صاحب سره د خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. بله، ما هم افتخار میکنیم دکتر صاحب، بسیار خوش آمدین و با هم برنامه را پیش میبریم. عزیزان بیننده، در این برنامه ما بخش های مختلف داریم که برای شما بسیار زیاد جالب تمام میشه. استقبال ویژه از هنرمند محبوب افغانستان داوود سرخوش در ملبورن. سه جوانی که به خاطر افغانها و به خاطر حقوق آنها در استرالیا از ملبورن تا کنبرا پیاده راه رفتند و 18 روز پیاده روی کردند. د دکتر اقبال امان سره د صحت په برخه کې دیر ارزخمند خبری. آیا میتونیم در سنین بالا تناسب اندام داشته باشیم و بدن زیبا داشته باشیم؟ امکان دارد؟ در این برنامه ببینین چگونه یک بانوی زحمتکش توانسته است خود را به موفقیت هایش برساند. باز هم زیبایی های بسیار قشنگ طبیعت با دیانا جان سخی. فیلم دیدنی وانتد را هم به معرفی میگیریم و همچنان صحبت کوتاهی با فهیم فیض، دایرکتر و بازیگر این فیلم هم داریم. باز هم فلسیتی با چند کلمه انگلیسی و همچنان نمایشگاه موترهای بسیار قیمتی برای افراد دارای معلولیت در این برنامه به نشر خواهد رسید. در روانی صحت یا منتل هلت باره که ارزخمند خبری و در اخیر در کلمه بسیار زیبا و قشنگ با صدای شیرا رحمانی که به ذهنهای شما آرامش خواهد بخشید. همه اینها بعد از یک وقفه کوتاه. تلویزیون ما، صدای قلب شما. باز هم خوش آمدین. پیش از این که بریم سراغ اولین بخش برنامه، لازم است که از سپانسرهای این برنامه تشکر و سپاسگزاری کنیم. PSS Personalized Support Services که در بخش معلولین فعالیت دارند. تشکر از پرو تایلینگ ویکتوریا که در بخش ساختمانی و یا رینوویشن کار میکنن و خدمات خوبی را ارائه میکنن. و همچنان کابل رسپشن که با داشتن سالونهای مجلل و غذاهای خوشمزه در خدمت هموطنان و مشتریان عزیز قرار دارد. حالا میرویم به سراغ اولین بخش برنامه، تشریف آوری داوود سرخوش به ملبورن. بله، داوود سرخوش، هنرمند دلها و آوازخوان پرآوازه کشور ما، به استرالیا هستند و در شهرهای مختلف کنسرت‌های مختلف را اجرا می‌کنند که اخیراً به ملبورن رسیدند و استقبال ویژه از جانب مؤسسه‌ای که این برنامه را برگزار کرده، مؤسسه هنری باران، استقبال خوبی صورت گرفت و هموطنان تشریف آورده بودند. خیلی خیلی برنامه خوبی بود. یک گپ داوود سرخوش مرا خوش آمد که در صحبتاشون گفتن دوستا مشنون که گفتن مرا استاد نگوین، فاصله مرا زیاد میسازین کتتان. ما بسیار تواضع اینا و فروتنی از اینا واقعا اینا را دیگه هم بزرگتر میسازه. ما برشان سلام تقدیم میکنم از اینجا. از هنرمندای بسیار زیاد موفق افغانستان هستم. بله بله، خوبی بخش 9 10 دقیقه است با هم میبینیم، بعدن برمیگردیم باز باقی برنامه رو با دوستا تقدیم کنیم. چطور است؟ درست است. بله درست. شزمه تر کو رحشنا گلالی
درنو لیدونکو د محترم سرخوش صاحب سره په پروګرام کې ډیره مننه تاسو ته شرغلاس وایم محترم سرخوش صاحب چې ملبورن ته راغلاست کور مو ودان که سرخوش صاحب محترم که تاسو راتواست د پښتو سندرې په اړه باندې راتواست څه احساس مو کولی چې کلمه پښتو سندره وي احساس فوق العاده است اگر احساس فوق العاده نمی کردم که نمی خوندم چون یک آهنگ به پښتو اجرا کردم با ترس این که چون زبان پښتو را نمیدونم و میفهمم وقتی صحبت میکنم و خود در به شکل بسیار درستش نمیدونم به خاطر احتیاط کردم که تحت راهنمایی یک از اساتید که در دانشگاه بلوچستان بود استاد نظر پانزای امی آهنگ ترانش ساخت و از خواهش کردم که درست به ما بگو که تلفظ اشتباه نشه و زیاد ولی حرف خوبی زد که تو روی تلفظش نباید زیاد فکر کنی همه قسم که خوانده میشه ملودیش مهم است خود شعر مهم هم تو بخون خوانده شد و دیگه باز فرصت نشد متاسفانه که من استاد ببینم دوباره گرچه آهنگ یک آهنگ فولکلوریک هست فولکلوریک پشتو نیست فولکلوریک ازارگی است من فقط زبانش پشتو انتخاب کردم ولی فوق العاده احساس خوب داشت و شنونده موسیقی خوبی پشتو هست و موسیقی با انرژی است ډیر مننه چې صاحب محترم چې موږ ته د مرکه کولو وخت راکړي لومړی د نننی پروګرام په اړه راتواست څه احساس کوي نننی پروګرام کې د سرخوش صاحب څومره ارکلی وکړي او څومره ارکلی اوسو به نام خدا تشکر از شما و از تلویزیون ما که امروز 23 ستمبر که امروز تشریف آوری آقای داوود سرخوش در یک توری در استرالیا آمده است و ما بسیار خوش هستیم و این داوود سرخوش شخصیتی است یعنی زبانی است زبان خلق است زبان یک مردم زبان یک انسانیت است که عشق و صلاحیت و همت و مدنیت و عدالت در زبان از شخص است یعنی این شخصیت است که حلقومی است که فریادی از انسانیت میتر پیام ما ایست که موسیقی بسیار یک ایجنت خوب است بر از اینکه مردم را نزدیک کنه کلچرها را نزدیک بیاره با هم دوستی زیادتر کنه بین مردم ما یک امیدوار کننده است بر مردم ما شما مخصوصا که بسیار زجر دیدیم در 2021 بعد سقوط افغانستان موسیقی میتونه خاطرهای ما را تازه کنه با هم یک جای بشینیم یاد از وطن کنیم و یک امیدواری بر ما پیدا شود تشکر بسیار زیاد چطور بود مردم چه رقم استقبال میکرد از هنرمند محبوب ما داوود سرخوش ما که در ایرپورت رفتی قدر نفر رفت قدر وقت قدر نفر را بودی کلگی خوشحال بوده که داوود سرخوش اوش کنه اوش کدیم و قدر خوشحال چیدی قدر خوب بود تا یک سال اخیر ما در باران زمینه ساز ایجاد مکتبخانه موسیقی باران هم شدیم امشب در برنامه گرد هم آمده ایم که در نوع خود خاص و دارای چند ویژگی زیباست. خاص به این جهت که ستاره درخشانی که همه دوستش داریم، شخصیت بزرگ و هنرمند عزیز و شهیر کشور آقای داوود سرخوش امشب و در جمع ما و شماست. و ای در موسیقی آقای سرخوش برجسته بوده و توانمندی بزرگ آقای سرخوش با نشان میده. بنابراین یک تنها خواننده نبوده بنابراین که آموزگار هم بوده یا آموزگار از نواختن گرفته تا خواندن تا کمپوز اینا حرفای بیشتر تخصصی است که امیدوار هستم اهل فن و دوستایی که در اینجا هستن حق صحبت در این مورد دارن ولی از نظر اجتماعی بر ما بنابراین که آموزنده بوده و یگانه کسی که در او زمان میتونست فریاد سینه های تنگ آمده وطن خواهی را صدا بکشه اما سرزمین من بود که به گلوی داوود سرخوش خوانده شده بود شما ترانه بخوانید ما هم بشنویم گاهی چکچک کنیم و گاهی با شما زمزمه کنیم چون بین کابل و اینجا هفت دریای شوری است و ما هم باید صبوری کنیم صدای تو یعنی زمین تنگ نیست صدای تو یعنی زمین تنگ نیست مدام آسمان تاق یک رنگ نیست تو یعنی که نور صدا زنده است خدا زنده است تو صدا
زنده است، خدا زنده است، تو صدا زنده است. تشکر. حالا به افتخار استاد سرخوش کف بزنین و استاد بیاییم. باری کف نمه، بیشتر کف بزنین. راستش از زمانه و از مرحله‌ای که من و معاصرانم رد شدیم، چی من بودم یا نبودم، چی هر کسی دیگه غیر از آدمایی که ما و شما میشناسیم که تعدادشان هست، تعدادشان نیستن، همین کار رو میکرد که ما کردیم. فضا همین بود، چون ما به یک مرحله معین تاریخی رسیده بودیم که آدم های او زمان همین کارا رو باید بکنن. اگر واقعا من این کار رو نکرده بودم، حتما کسی دیگه این کار کرده بود. اینمی وطن با اینمی آدمایش، با می ضرورت هایش، با می ارزش هایش ما رو پیدا می کنن. و از این جهت است که هر یک از شما برای من وطن و هر یک از شما برای من خانواده بزرگی دیگه جهان. این را من برای خود همین قدر فهمیدم. وطن این بود قادش سخن میگیم، چرا برایش ترانه میخوانیم؟ یک خواهش بسیار بسیار صمیمانه از همه شما به عنوان کوچک خانواده بزرگ دارم اینه که واژه ها بار مفهومی بسیار بزرگ داره، مثل همین وطن که خدمت شما عرض کردم، مثل صبح و مثل بسیار از واژه های دیگه. همین توصیف یا وصف یا واژه هست که میگذاریم، امی استاد جایگاه بسیار رفیع هست که فقط به تعدادی اندکی که شایسته چنین لقبی هست و یک اندکی مایلی هم داره به چنین لقبی مرب اندازه اشتیای استاد صاحب، هر ما با اسم خودم امشب خیلی خیلی فکر نگرد علی رضایی عزیز تشکر میکنم که فقط یک بار اسم من که سالها فراموش کردیم را گفت. بابا من فقط دو بودم، هیچ استاد نیستم، هرگز میلی به واژه ندارم. این واژه بسیار بزرگ است، اینا نباید لیه شبه ایلقیمی بزمین، مثل وطن، مثل سر، مثل امیه، مثل وطنداری، مثل فرهنگ، مثل تاریخ، این هم بزرگ هم. این هم جمع از ما بدانیم که فقط لایق آدم های بزرگ هم. اینا فاصله ای من شما رو بسیار زیاد میکنه. نه فکر استاد میگم به این دیگه این معنایش اینه که بسیار دور شدیم موتو، یعنی بیگانه ایم. من ترانه خانه شما هم تمام، ولی بهتر است که امی عسکرا بسیار زود یک حرف یادآوری میکنن که ما بگم داوود جان بر علاوه که تغییر نکرده، هنوز بهتر شده، هنوز خوبتر شده، هنوز صداهای پیامهای برای گفتن برای تاریخ شما دارد. بلبل پچی و چه وایم سر